کلن بحثی که اونم مستقر مطرح میکرد ناموس همچون خودش. ما نمیفهمیدیم بحث ناموس همچون خودش یعنی چی. همیشه برای من سوال بود همچون خودش اونم تکرار میکرد. خب البته اگر کمی دقت میکردیم خب تو خیلی از بحث ها گفته شده بودش که بحث طلاق غیر شامل رهبری نمیشه، یعنی شامل مسعود و مریم نمیره. پس این بحث ناموس که مطرح میکنه همچون خودش، پس ما باید همچون مریم باید همین مراحل رو طی کنیم. اینو هیچ وقت نمیفهمیدیم، بیشتر به اصطلاح روی ابرها و بحث های ایدئولوژیک سیر میکردیم. مثلا توی غیر از اون که گفتم عکس مثلا حضرت مریم بود روی اون طلایی که داده بودم، غیر از اون در مرحله بعد به زنان شورای رهبری لای دوم که من جزء اونها بودم و میگفتن شورای رهبری آزمایشی، گردنبندی و هدیه داده شد در این جشن ها که الان شما مشاهده میکنین عکس مسعود رجوی روی اون حک شده. یه دقیقه همچنین لطفا نگه دارید. بله. که اینجا عکسای رنگیش رو گرفتیم از نزدیک مشاهده میکنید. بله همین میخوانید. بله این نیست که مشاهده میکنید، همونطور که گفتم شامل 95 نفر از قربانیان زن این فرقه شامل میشه که با حیله های مختلف. مثلا چی بود حیله های مختلف؟ اینکه شما کم خونید، شما سنگ کبره، عمل سنگ کلیتون باید این عمل رو انجام بدین، شما برای درمان سردردتون باید این انجام بدین. مثلا افسانه طاهریان دوست من بود، یعنی با هم همیگان بودیم، اون F1 یگانی بود، من F1 یگانی بودم که همسرش همونطور که میشناسید همسر سابقه احمد آقا هستن. افسانه من دیدم بستری بود بیمارستان، خب کمردرد داشت، خب اینها مراحل مختلف داشتن دیگه. بعضی ها برای انتقام گرفتن یا برای بیبازگشت کردن اینها این کار رو میکردن. شاید من این سوال میبینم برای چی این کار رو میکردن؟ خب برای بیبازگشت آیندی، برای اینها متصوری نباشه، یا یعنی اینکه برپرس این همه انرژی گذاشتن روی افسانه، برپرس ایشان رو فرمانده های مختلف بهشون دادن برای اینکه بیش از هر چیز با دادن مقام و منصب چیکار کنن، اونشو از شوهر سابقشون جدا بکنن، اینطوری به خودشون نزدیک کنن با روابط نزدیک با مسعود رجوی که البته ایشون جزء لایه اول شورای رهبری بودش. بعد من متوجه شدم خواهر دیگه هم که شورای رهبری لایه اول هستش به من گفت افسانه و عمل زنان کردن، یعنی در واقع پیغامی رسون تو هم که اگر این کارو بکنی کمرت بهتر میشه. یعنی در واقع بعدش اصلا یکی از فرمانده های بالا رد بالا اصلا عجیب دنبال من افتاده بود که این عملو انجام بدید، چون همینا قبل از این آگاه شده بودن که چی نفراتی که جدا میخوان بشن از سازمان مسئله دارن. پس به این شکل
چیکار میکنن؟ اینا رو هم به رهبری نزدیکتر میکنن. اسمشون رو گذاشت، اسم این مرحله رو چی گذاشته بودن؟ رفتن بالای قله، یادته؟ اینها زنانی که به قله رسیدن، قله رهایی. خب اگه این قله رهایی، خب پس چرا از اون طرف روابط جنسی اجرا میشه؟ پس اون چه قله؟ پس تو تای قله پس اون باشه. حرفا همه متناقض. پس اون تای قله است، این رأس قله است. البته میدونین که اینو داخل پرانتز بگم، مثلا تابلوهایی که مسعود رجوی هر تا در تو موضوعات مختلف مطرح میکرد، هر بار مثلا من خودم یک بار اومدم نوشتم برش، برای مسعود رجوی نوشتم. خب ما جز نفراتی بود که باید موضع‌گیریامون رو صریح مینوشتیم و منم خب پوش عادی‌سازی داشتم، میگه تو طرح داشتم برای فرار، میگفتم که این موضوعاتی که شما در این تابلو مطرح میکنین، من با کوچکترین اخباری که میشنوم از بالای قله سقوط میکنم میافتم پایین. یعنی تابلوها انقدر آبکی، مرحله به مرحله انقدر پوشال بود، به خاطر چی؟ خاطر رهبر عقیدت اون بالا چیزی که خودش گفته داره نقض میکنه. از یک طرفی میگه این تجاوز جنسی رب به زنان، از زنان شورای رهبری لایه اول من شنیدم خودم. یعنی الان که من میتونم راحت صحبت کنم، خب خوشبختانه من خودم یعنی لایه دوم مرحلهش به این مرحله نرسیده بود که این رابطه نزدیکتر با مسعود رجوی داشته باشه. به سلام ما کسانی بودیم در مراحل بعدی قرار داشتیم. این بودش که چگونه این مراحل انجام شد. ای طرفی به اونها گفته بود این روابط جنسی از نماز شبم واجب تره. در اونجا به این شکل، در پایین چیکار میکردم؟ برادر، از جمله برادر خود من، 5 ساعت توی جلسه اینو چیکار کردن؟ از این خواستن که بیاد حرفی تو به اصطلاح اونا تو محفلای صده گفته که اینا غرق جیمن، خودشون به ما میگن از جیم جدا بشی، و بیاد پس بگیره. 5 ساعت اینو فقط سرپا نگه داشتن که بیاد تو اون جلسه این کار رو کنه. بعد خود مسعود رجوی میگه از نماز شب واجب تره این کار. حرفا همه چیز متناقض. در رابطه با تابلوهایی که گفتم اینطوری بودش، این چه تابلوهایی؟ بعد آخر سر نمیدونم، شما فکر کنم من در مین شما آخرین جدا شده باشم. من بعد از این گفت دیگه از تابلوها خبری نیست. دیگه بحث تابلوها رو گذاشت کنار، بحث خلص ایدئولوژی که شروع کرد که کسی نتونه رون هیچ حرفی بزنه، هیچ تناقضی باشه. که بعد مرحله چی شد؟ مرحله معرفه جدید مسئول اول سازمان و از همین جور صحبت ها. انشاءالله بقیه من حرفای نگفتم و در مرحله مختلف به اطلاع افکار عمومی میرسونم. در آخر میخوام تبریک خودم رو به مناسبت تأسیس انجمن زنان اینجا اعلام کنم. با تشکر. خیلی تشکر میکنم از خانم میرقادری و بسیار بسیار خوشحالیم که تونسته خودش رو نجات بده و نجات بده و از اون فرقه رهایی پیدا بکنه. امیدواریم که اعضای خانوادهش، خواهرانش و برادرانش بتونن این مسیر رو طی کنن و همه اون 3000 نفر باقی مانده.